با درود به شما دوستان، سپاسگزارم که این کانال رو انتخاب کردید و به حسن سلیقتون تبریک میگم. من رضا هستم و خوشحالم که این ویدیو رو تماشا میکنید. خب دوستان، تو این ویدیو میخوام راجع به قراردادهای کاری در کشورهای اروپایی با شما صحبت کنم، بلخص دانمارک، و اینکه تجربیات خودم رو با شما دوستان به اشتراک بذارم. خیلی وقت بود که میخواستم این ویدیو رو ضبط بکنم، ولی خب فرصتش پیش نمیومد، اینقدر که دوستان از مقایسه کشورها از من سوال میپرسیدن، ولی گفتم که الان فرصت خوبیه و بیام با شما نظر خودم رو و تجربه خودم رو در مورد بررسی قراردادهای کاری از شرکت‌های اروپایی که شما خواهید گرفت وقتی که می‌خواید اینجا کار بکنید، و اینکه به شما بگم که به نظر من به چه نکاتی باید توجه بکنید که بعداً خدای نکرده برای شما در واقع مشکلی پیش نیاد. قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنم و نظر خودم رو بگم، چیزی که ممکنه برای شما هم اتفاق بیفته اینه که معمولاً اولین قرارداد کاری که شما در کشور اروپایی میگیرید به این نکاتی که من میگم توجه نمی‌کنید، اصلا نمی‌خونید. مثل خود من انقدر خوشحال بودم اولین قرارداد کاری که گرفتم در کشور انگلستان که اصلا نخوندم، همینجوری فقط امضا کردم و فرستادم، فقط ازشون حقوق رو پرسیدم که چقدر قراره به من حقوق بدن. شاید یه ویدیو هم درست کردم در آینده به شما بگم که اولین حقوق من در کشور انگلیس چقدر بود. حالا دارم فکر میکنم درست کنم این ویدیو رو یا نه، ولی خب اگر شما دوست دارید که در مورد حقوق من بدونید در مورد اولین کارم در کشور انگلستان، خوشحال میشم که زیر این ویدیو کامنت بذارید و اگر تعداد کامنت ها به یه حدی برسه حتما اون ویدیو رو درست خواهم کرد. خب دوستان، بریم سراغ قرارداد کاری در کشورهای اروپایی. خب اولین نکته که شما باید بهش توجه کنید این که خب حقوق شما هست، این که مهمترین و اولین نکته و چیزی هست که من هم اولین چیزی که نگاه میکنم حقوقه، ببینم آیا بر طبق توافقی که کردیم در مصاحبه، چون که قرار داده کار تقریبا آخرین مرحله شروع به کار شما هست، چرا که بعضی موقع ها میگن که خب شما امضا کنید ولی شروع کار شما در واقع میشه سابجکت تو فیدبک خوب از رفرنس های شما. ممکنه که قبل از اینکه شما قرارداد امضا بکنید اینا وقت نکنن که با رفرنس های شما تماس بگیرن، یا اینکه رفرنس شما بیزی باشه، مشغول باشه، میگن که اوکی ما حالا امضا میکنیم قراردادو، ولی یه ایمیل میزنیم یا تلفن میزنیم هر موقع وقت کردیم به افرادی که شما به عنوان رفرنس خودتون در مصاحبه معرفی کرده بودید و در مورد کار شما، رفتار شما از اونها سوال میکنن، در واقع مثل مراسم خواستگاری که میرن از همسایه های شما میپرسن. اینم معمولا برای شروع کار یکی دوتا رفرنس میخوان، خاصه این که شما در واقع اولین کارتون نباشه و جای دیگه قبلا کار کرده باشید و در واقع یکی دو سال حالا یا بیشتر سابقه کار داشته باشید. دومین نکته که شما باید بهش توجه بکنید این که مدت قرارداد شما هست، این که آیا دائمه، آیا موقته، مثل عقد میمونه، چه صورت شما استاف هستید، کانترکت هستید، یا در واقع کارمند دائم هستید، یا اینکه قراردادی هستید. من این ویدیو درست کرده بودم پارسال، این رو کامل توضیح داده بودم انواع قراردادهای کاری به چه شکلی، اون رو نگاه بکنید اگر میخواید اطلاعاتی بیشتری داشته باشید راجبه انواع و تایپ های قراردادی که با شما میبندن. ولی اینجا چیزی که باهاشون توافق کردید، اگر شما رو میخوان استاف بگیرن، اگر شما رو میخوان به صورت کانترکتور یا قراردادی بگیرن، نگاه بکنید ببینید که قراردادی که به شما میدن طبق توافقی هست که با اونها انجام دادید. و همچنین یادتون نره تاریخ شروع و تاریخ پایان قراردادتون، اگر مدت دار هست و پروژه هست، معمولا کار پروژه اینطوری هست دیگه، به فرض مثلا میخوان یک ساختمونی بسازن، یک دکل نفتی بسازن یا هر کاری که بکنن، میگن از این تاریخ ما میخوام شما شروع بکنید و این تاریخ بعد از 2 سال قرارداد اتوماتیک یا بعد از 12 ماه این در واقع قرارداد فسخ میشه، مگر اینکه در واقع رینیو بکنن اون رو سالیانه. اینو حواستون باشه، کامل بخونید ببینید که تاریخ شروع کرده، تاریخ پایان که اگر رینیوی قرار انجام بشه چه تاریخ انجام میشه، این نکته رو حواستون باشه. نکته بعدی دوستان در مورد نوتیس هست که این خیلی مهمه که شما توجه بکنید. من خیلی وقت البته ایران نبودم و کار نکردم، ولی خب نمیدونم تو ایران هست همچین چیزی یا نه. در قراردادهای کاری در شرکت‌های اروپایی به این شکله که یک قسمتی از این قرارداد نوتیس شما رو نوشته، یعنی اینکه اگر شما یا اینکه کارفرما نخواد دیگه با شما ادامه کار رو داشته باشه، نخواد دیگه با شما همکاری کنه، باید 1 ماه یا 3 ماه یا 6 ماه زودتر به شما بگه. معمولا 1 تا 3 ماه هست این نوتیس پریود شما، فرقی هم نمی‌کنه کانترکتور باشید و یا کارمند باشید، این نوتیس پریود حتما باید توی قرارداد شما ذکر کرده باشن که اینکه اگر
چه اونها نخوان، و اینکه یا شما اگر کار بهتری پیدا کردید، مثلا این کمپانی دیگه پیدا کردید، یه شرکت بهتر، یه کشور دیگه، شهر دیگه دوست داشتید اونجا موو بکنید، چقدر شما باید زودتر به کارفرمای فعلیتون نوتیس بدید و به اونها بگید که دیگه مثلا از تاریخ اول مثلا مارچ یک ماه و مثلا دو سه هفته دیگه به اونها در واقع نوتیس میدید. معمولا در قرارداد شما حالت استاندارد اینطوریه که در قرارداد شما نوشته شده که نوتیس شما چقدر هست. من برای شرکتی که در انگلیس کار میکردم، اون شرکت اسکاندیناویی بود، در واقع شرکت نروژی کانادایی بود یه جورایی، و خب طبق قانون نروژ بود که 3 ماه بود نوتیس، یعنی اگه اونها هم منو نمیخواستن باید 3 ماه زودتر به من میگفتن، 3 ماه اون 3 ماه رو باید کامل به من حقوقشو میدادن و تمام مزایا رو پرداخت میکردن، و برعکسش هم همینطور بود، یعنی من موقعی که اون کارو میخواستم رها کنم و برم باید حتما 3 ماه زودتر بهشون میگفتم. این خوبه 3 ماه برای افرادی که دنبال یه خورده سکیوریتی و سیف بودن و اینا هستن، میخوان مطمئن بشن که کارشون سیفه و کارفرما اگر بخواد از شرشون خلاص بشه باید 3 ماه به اونها حداقل حقوقشون رو بده. ولی خب زمانی که شما واقعا کانفیدنت هستین و کارتون رو خوب بلدی و شرکت ها میان سراغ شما و شما میخوان اون شرکت رو ترک بکنید برید یه شرکت دیگه، اون موقع 3 ماه به نظر من خیلی زیاده. معمولا شرکت های جدیدی که شما میخواید باشون کار رو شروع بکنید، وقتی که میخواد کارتون عوض بکنید، معمولا 1 ماه دوست دارن دیگه، بیشتر 1 ماه میگن خب خیلی خب تو مثلا 3 ماه ما اصلا میریم سراغ یکی دیگه، ما یه نفر الان میخواید. برای عوض کردن جاب به صورت سریع نوتیس خیلی کم به نظر من بهتره، که تو پرانتز اینجا هم بگم که معمولا کانترکتورها نوتیسشون 1 هفته هم هست، ممکنه 1 هفته 2 هفته تا 1 ماه باشه، کانترکتورها نوتیسشون بیشتر 1 ماه نیست معمولا، افرادی که قراردادی هستن. ولی خب افراد کارمند معمولا دیگه مینیمومش 1 ماه هست. یک نکته من تو پرانتز اینجا به شما بگم، زمانی که شما کارتون رو شروع میکنید یک بازه هست بهش میگن پروبیشن پریود. این بازه کارفرما مثلا میگن آقا شما پروبیشنت، یا اون بیا ببینیم حالا کارتو خوب انجام میدی یا نه، به قول اگه بخوام اینو به فارسی بگم اینطوری میشه ترجمهش کرد، اون بازه ای رو که به شما میدن به عنوان پروبیشن یا مدت زمانی که شما باید کارتون شروع کنید که ببینن آیا واقعا چیزی که گفتید در مصاحبه در سی وی نوشتید رو میتونید انجام بدید، اونو بهش میگن پروبیشن. تو این مدت کارفرما هر زمانی که نخواد شما رو میتونه به شما بگه آقا ما از فردا دیگه نمیخوام شما بیاید سر کار. این رو تو قرارداد نوشته، مثلا نوشته معمولا پروبیشن ها 3 تا 6 ماه هست، یعنی شما تو 3 ماه اول یا 6 ماه اول رو باید خیلی حواستون باشه، آسه برید آسه بیایید که کارفرما رو راضی نگه دارید که قرارداد شما اتوماتیک سویچ بشه به نوتیس 1 ماهه یا 3 ماهه. ولی قبل از اون تو پروبیشن اگر هر موقع کارفرما شما رو نخواد به شما میگه که آقا مثلا از فردا نمیخواد بیای سر کار، و هیچ گونه حقوق مزایایی هم به شما تعلق نمیگیره در مدت پروبیشن، فقط اون مدتی که بودین رو به شما حقوقش رو پرداخت میکنه. این رو حواستون باشه. خب مطلب بعدی من اینجا برای شما یادداشت کردم هالیدی هست، که شما نگاه بکنید ببینید چند روز در سال هالیدی داره. قراردادها معمولا سالیانه هست دیگه، حقوق شما هم که می‌نویسه حقوق شما رو به سال می‌نویسه، مثل ایران نیست که ماهیانه بگن، حقوق اینجا سالیانه میگن، مثلا میگن سالی 40000 پوند 50000 پوند 60000 پوند، معمولا اینجوری میگن، حقوقا رو در قرارداد ذکر میکنن. و برای هالیدی رفتن یا اون تعطیلات شما هم معمولا 20 تا 25 روز دیگه مینیممش هست، در کشورهای اروپایی به این شکله، میگن مثلا 25 روز شما میتونید مرخصی بگیرید به اضافه 10 روزم بانک هالیدی یا اون هالیدی های مثلا سال نو و کریسمس و این چیزا که خود هالیدی های دولتی هستن یا تعطیلات عمومی هستن، اونا رو دارید به اضافه مثلا 25 روز اضافه، و این 25 روز کاری هست دوستان. پای چه کانترکتور باشین، چه استاف باشید، چه کارمند رسمی باشید، 20 تا 25 روز هست. ولی خب نکتهش اینه که اگر شما کانترکتور باشید دیگه اون مدتی که مرخصی میرید حقوق نمیگیرید دیگه، برای همین معمولا کانترکتورهایی مثل ما معمولا دوست دارن که کار باشه، برن سر کار، و فقط اون تعطیلات عمومی که دولت در واقع تعطیل میکنه که بهش میگن بانک هالیدی، اونها رو در واقع دیگه آفیس تعطیله، اونها نمیرن سر کار. ولی کارمندا مرخصی که میگیرن مرخصی با حقوق هست. و این نکته هم بگم که معمولا میگن 20 تا 25 روز در واقع میشه تقریبا 5 هفته چون روز کاری هست، به اضافه مثلا 10 روز یا 12 روز تعطیلات عمومی یا بانک هالیدی دولتی هست، که در کل 30 تا 35 روز معمولا انتظار میره که در یه قرارداد استاندارد برای شما نوشته باشه که شما
در واقع اون مدت رو میتونید هالیدی برید یا در واقع همون مرخصی بگیرید. نکته بعدی که من برای شما یادداشت کردم اینجا در مورد ساعت کاری هست. ساعت کاری معمولا اینجا در واقع بین 7 تا 3 یا 8 تا 4 اینجوری هست دیگه، یا 9 تا 5. یه ساعت کور داره توی قرارداد نوشته، مثلا اگر شما مثلا یه ساعت فلکسیبل داره، میگن مثلا از 6 تا 8 انتظار داریم شما شروع کنید خونه، هم رفتید مثلا بین 3 تا 5 میتونید برید خونه، ولی انتظار میره از شما که مثلا ساعت حتما هر جوری میاید سر کار دیگه 9 تا مثلا 1 2 یا 2 رو مثلا اینجا باشید. به اون میگن کور آورز یا ساعت‌های اصلی، و ساعت‌های قبل و بعدش هم فلکسیبل هست. ولی معمولا موقعی که دیگه کووید شروع شد معمولا یه مقدار شلوغ‌تر گرفتن. خب خیلی‌ها میتونن از خونه کار کنن، به ما هم گفتن اگه هر روز دوست داشتیم میتونستیم از خونه کار بکنیم. الان هم همینجوری معمولا زیاد سخت نمیگیرن بعد کووید، ولی در کل این رو یادتون باشه، در قراردادتون نوشته باشه ساعت کاریتون که هست. معمولا مینویسه اینا رو دوستان، فقط من به شما میگم که اون رو یک مروری بکنید که بر طبق توافقی باشه که با اونها انجام دادید. چرا اینو میگم؟ چون که من وقتی رفتم قطر نوشته بود 10 ساعت در روز، اگر احتیاج داشته باشه مدیر میتونه شما رو بیشتر هم نگه داره. این شرط قراردادی بود که در قرارداد من نوشته بود وقتی میخواستم برم قطر. و اینکه روزهای کاری هم یه نکته دیگه همینجا میگم، روزها هم نوشته. معمولا در اروپا اینجوری که دوشنبه تا جمعه، شنبه کار نمیکنه، اصلا قانون کار اروپا هست اینجوری، مگر اینکه حالا مشاغل خاص باشه که 24 ساعت نیازه، مثلا افرادی که آفشور هستن یا افرادی که در شاپینگ مال ها یا سوپرمارکت های کار میکنن که ساعت کارشون متفاوت هست، اینا رو ذکر میکنن. یا مثلا انتظار میره که شنبه مثلا رستوران ها ممکن ازشون بخوان که برن سر کار. ولی در حالت عادی دوشنبه شرکت های معتبر معمولا دوشنبه تا جمعه هستن. ولی قرار داده من که قطر رفتم نوشته بود 5 روز، اگر نیاز بود ما شما رو در ویکند هم در واقع کال میکنیم که بیای کار بکنید. ساعت کاری هم 8 ساعت نبود، 10 ساعت بود، و با توجه به تشخیص مدیر پروژه میتونست بیشتر هم باشه. اتفاق نیفتاد، ولی این رو نوشته بودن توی قرارداد که یک موقع مشکل پیش نیاد، و در واقع جنگ اول بس صلح آخر بود این قرارداد ما در کشور قطر. نکته بعدی دوستان که شما باید در قراردادتون توجه بکنید، مرخصی زمانی هست که شما خدای نکرده بیمار میشید. معمولا برای کانترکتورها که اصلا مرخصی بیماری ندارن، اگه بیمار شدن، برای افراد قراردادی بیمار شدن پول نمیگیرن. اون حقوقشون بستگی به تعداد روزهایی است که در آفیس هستن، دارن در واقع کار میکنن. ولی افراد استاف تو انگلیس اینطوری بود که ما کار میکردیم که تا 5 روز نیاز نبود شما در واقع از دکتر نامه بیارید. اگر میخواستید تا up to 5 روز به قول انگلیسی ها نرید سر کار، بیشتر از اون میتونستید نامه بیارید. با حقوق شما میتونستید، فکر میکنم سه ماه بود که شما با حقوق میتونستید در واقع مرخصی استعلاجی بگیرید. بعدش همینجوری حقوقتون کمتر میشد دیگه، تا 2 سال دیگه حقوقتون کامل قطع میشد طبق قرارداد. اینطوری شما هم چک بکنید، شرکت به شرکت متفاوت هست، کشور به کشور متفاوت هست. در دانمارک یک مقداری شلوغ‌تر میگیرن، یک مقداری بیشتر به حقوق افراد. در کشورهای اسکاندیناوی بیشتر طرفدار حقوق کارمنده هستن، ولی باز هم میگم متناسب با شرکت، متناسب با صنعتی که شما دارید توش کار میکنید، این در واقع مرخصی های استعلاجی هم متفاوت خواهد بود در قرارداد کاری شما. نکته بعدی دوستان که در قرارداد کاری باید بهش توجه کنید بازنشستگی هست، که نوشته باشه 10% از حقوق شما رو ماهیانه بر میدارن برای صندوق بازنشستگی شما. البته زمانی که من استاف بودم این با رضایت خود من بود، یعنی میگفتن اگر شما 2% از حقوقتو بذاری برای بازنشستگی، چون اینجا بازنشستگی ها رو باید از حقوقتون پرداخت بکنید، بازنشستگی خصوصی، بیمه های بازنشستگی خصوصی اینطوری هستن، مثلا 2% بذاری ما هم 3% میذاریم روش از جیب خود شرکت، میشه 5%. ما این رو توی سبد بازنشستگی شما قرار میدیم به عنوان ماهیانه پرداختی شما به اون سبد. اگر شما 3% بذارید ما 5% میذاریم، یعنی در کل 8% از حقوق شما جمع میشد. البته 5%ش از جیب شرکت میومد و در سبد صندوق بازنشستگی یا اون حساب بازنشستگی شما قرار میدادن. به این شکل هست. این رو شما چک بکنید ببینید که درصدش به چه شکل هست. البته من خودم میتونستم قطعش کنم، یعنی تو قرارداد نوشته بود من اگه میخواستم هیچی 2% هم حتی پرداخت نکنم میتونستم صفر باشه، شرکت هم در واقع یک مینیمومی رو بیشتر پرداخت نمیکرد. ولی در واقع میخواستم افراد رو تشویق بکنن که بیمه بازنشستگی بیشتری پرداخت بکنن، میگفتن که اگر شما بیشتر پرداخت بکنید ما در واقع اون ادیشن رو یا اون اضافه‌ای که
خودشون اضافه بر سازمانی که میدادن اون هم یک مقدار بیشتر میشد در واقع برای تشویق کارکنان. نکته بعدی که من برای شما یادداشت کردم در مورد سفر کاری هست. حواستون باشه اگر نوشته باشه که اگر سفر کاری میخواستن شما رو بفرستن، خاصه برای افرادی که در اویل اند گس هستن، خاصه سفرهای آفشور نوشته باشه که به شما اضافه حقوق میدن بابت اون سفرهایی که میری 25% 30% هر چقدر هست، که یک موقع مشکل براتون پیش نیاد شما برید سر کار، چون که سفرهای آفشور و محیط کار آفشور کاملا متفاوت هست، بسیار شرایط مشکل و دشوار هست در آفشور بر روی دکل‌های نفتی یا سکوهای نفتی. به هر حال این رو حواستون باشه. یا کلا بیزینس، مثلا میخواید بیزینس تریپ برید، شما بخواید برید یه کشور دیگه، مثلا آلمان برید یا انگلیس برید یا دانمارک بیاید، به هر حال این رو حواستون باشه که نوشته شده باشه که اون هزینه سفرهاتون به چه صورت پرداخت میشه. چند تا نکته کوتاه دیگه من اینجا سریع براتون بخونم که این ویدیو طولانی نشه. اینکه بیمه های اضافه تکمیلی های براتون پرداخت میکنن یا نه. معمولا شرکت ها برای اینکه کارمنداشون رو تشویق بکنن یک بیمه تکمیلی هم به اونها میدن. بعضی موقع این کاملا مجانیه، بعضی موقع خود شخص فقط بیمه میشه، بعضی وقتا خانوادهش هم بیمه میشه. اینها پالیسی شرکت هستن، یعنی دستورالعمل شرکت هستن، شما نمیتونید تغییری توش بدید. میتونید ازشون بخواید که یه چیز رو اضافه بکنن یا کم بکنن، یا مثلا بگید خانوادهتون هم اضافه بکنن، ولی اگر برای همه یکسان باشه با شما هم به همون صورت رفتار میکنند. ولی مثلا این خوبه که شما بدونید آیا بیمه تکمیلی دارید، آیا خانوادهتون هم شامل میشه یا نه. بعضیاشون نوشته خانواده شامل نمیشه، ولی شما میتونید مثلا ماهی 10 پوند یا 10 یورو مثلا اضافه تر بدید، خانوادهتون هم در واقع اینکلود میکنن. این هم شما حواستون باشه بخونید. بد نیست که اگر در واقع اون شرکت بیمه ای پرداخت میکنه، اگر شما میتونید با هزینه کم خانوادتون رو هم اضافه بکنید به اون بیمه، همسر و فرزندتون هم اضافه بکنید، خیلی خوبه که این قوانین رو بشناسید. خیلی سریع این نکات دیگر هم بخونم. آیا اضافه کاری به شما پرداخت میکنن یا نه، اینو حتما چک بکنید. محل کار دیگه مشخصه که معمولا شما تو اینترویو رفتید دیگه محل کار میدونید دیگه کجا هست، ولی بد نیست که ببینید آدرس رو نوشته باشه. یه موقع شما مثلا نرید چه میدونم مثلا شهر ازبرگشایر که ما هستیم، شما برید اینترویو بکنید و به این فرض، به این تصور که شما همینجا کار میکنید، بعد بگن نه خیر ما اصلا میخوام شما مثلا آفیس آهوس کار بکنید یا برید مثلا انبار فلانجا کار بکنید. به هر حال حواستون باشه که محل کار هم ذکر شده باشه، شهر محل کار، آفیس محل کار، در واقع آدرس معمولا تو قرارداد نوشته میشه. ریپورت در واقع دایرکت لاینتون کیه، منیجرتون کیه، در واقع پوزیشن اون رو می‌نویسن، اینو بخونید داشته باشه توی قرارداد، بعد نیست. نکات دیگه در مورد افرادی که ویزا میخوان، آیا ویزا برای شما میگیرن یا نه، که البته به این مرحله قاعدتا نباید خط بشه که وقتی که شما اینترویو میکنید یا همون اول که اچار یا ایجنسی به شما با شما تماس میگیره اینها رو از شما میپرسه اگر ویزا بخواد یا نخواد. ولی اگر چک بکنید بد نیست اگر نوشته باشه اگر نیاز به ویزا داشته باشید، اگر نیاز به اسپانسرشیپ داشته باشید، بد نیست که اینا هم توی قرارداد بگید که ذکر بکنن. اگر ویزاتون رو در واقع باز شرکت در واقع ساپورت میکنه که به ویزای دائم تبدیل بشه، آیا هزینهش رو پرداخت میکنن یا نه. و یه سری هزینه های جانبی مثل هزینه مدرسه، هزینه خونه که بهش میگن لیوینگ الوانس، که معمولا در کشور اروپایی لیوینگ الوانس در حالت خاص به شما میدن و کشورهای حوزه خلیج فارس لیوینگ الوانس جز استاندارد قرارداد کاریشون هست. اینا معمولا این رو به شما هزینه مدرسه، هزینه بیمه، مثلا هزینه خونه، هزینه ماشین رو اینا رو جز لیوینگ الوانس حساب میکنن و بغیر از حقوق شما به شما پرداخت میکنن، که این رو یک بند جدا اصلا در مورد لیوینگ الوانس داره، کامل توضیح داده اونا. ولی اروپایی ها معمولا لیوینگ الوانس رو پرداخت نمی‌کنند و به عهده در واقع خود دانشجو است این هزینه. خب دوستان، این مطالبی بود که من برای شما جمع‌آوری کرده بودم از تجربه خودم در این مدتی که در این کشورهای اروپایی و همچنین حوزه خلیج فارس دارم کار می‌کنم، که به نظر من این نکات رو شما باید توجه بکنید. خدای نکرده در روند کاریتون تو این شرکت‌هایی که قرار کار بکنید به مشکلی بر نخورید. و اینکه دوست دارم خط بکنم به این شعر زیبا از شیخ بهایی که ایشون میفرماید آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، و آن کس که مرا گفت نکو خود نیکوست، حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همون برون تراود که در اوست. امیدوارم که همیشه سالم، ثروتمند و سعادتمند باشید و زمانی که قراردادهای کاریتون رو میخواید امضا بکنید با دقت اونها رو مطالعه بکنید و به نکاتی که من گفتم حتما توجه بکنید. تا ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار.